سلام به تمام شما دوستان عزیز، خدا کنه هر جای که هستین صحت سلامت باشین، خوشحالان باشین کنار فامیلای عزیزتان و روزای تخت که فیلم در افغانستان دوستای دیگه مسافری میکنن را به خیر و به خوبی شما بگذرانین و کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن و به دور از فامیلشان هستن همچنان خوب باشن، صحتمند باشن و بیننده یکی از دیگر برنامه های ما از طریق چینل یوتیوب بعد از مدت یک ماه باشن. دوستای عزیز، به خاطر که بعضی از مشکلات ها پیدا شده بود به خاطر چنل یوتیوب، من نمیتونستم تقریبا بر مدت یک ماه برنامه بسیار خوب خدمت شما دوستا تقدیم کنم که زیرا شما دوست دارین در برنامه خود مهمان داشته باشم. به مو دلیل تقریبا یک ماه را در بر گرفت تا که این مشکل حل شد و امروز سر از امروز دیگه برنامه بسیار خوب دیگه را که فعلا تا حالا بکاپ کردگی دارم و براتون نشر میکنم، شما هم بینندهش باشین. با نظر به بسیاری از کسایی که برام پیام روان کرده بودن که میخواین در برنامه کی مهمان باشه و که دوست دارن، بسیار زیاد سوالایی که انوز پیششان گنگ است و نمیفهمند را از ما برام روان کردن تا من ازشون پرسان کنم. امروز همچنان امو برنامه است دوستا. تشکر میکنم از تک تکتون که همیشه بیننده برنامه ما هستین، همیشه کامنت های مثبت روان میکنین، همیشه نظر مثبت میدین تا اینکه کسایی را که دوست دارین در برنامه خود مهمان داشته باشین. یک دنیا ممنون از تمامتون دوستا. سفر لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین به دیگر دوستا تا دیگر دوستان بیاین ببینین و همچنان نظریات انتقاداتی که دارین میتونین در کامنت در من هشتگ کنین بدون از گپای منفی. امروز ما در برنامه تنها نیستم، همیشه وقتی که این صفحه مرا که میبینین که ما تنها ششتیم مطمئن هستیم که حتما یک مهمان دارم. مهمان ما یکی از دختر خانمای بسیار پرکار پرتلاش، یکی از کسایی که شما دوستش دارین، در مقبولی نمبر یک است. هر چقدر که من تعریف کنم بر شما دوستا کم است. همکار بسیار خوب ما در تلویزیون طلوع بود و فعلا هم همکاری بسیار خوبش داره، شما برنامه‌اش میبینین. اگر چی همکاری هم داره اما بعضی هایتان پرسان میکنین که کجا هست، کجا زندگی میکنه، مصروف چی کارا هست. امروز میخواییم در مورد از اینکه چطور در افغانستان برآمد، فعلا مصروف چی کارا هست، از زبان خودش بشنویم. لیما جان امیری یکی از دوستای بسیار خوبم، یکی از گرداننده های موفق تلویزیون طلوع که برنامه های مختلف خدمت شما دوستا تقدیم میکرد، با چهرهش، با زیباییش، با برنامه هاش، با صدایش، با همه کارهایی که در افغانستان فعالیت داشت و فعلا فعالیت داره شما همه تان آشنا هستین. امروز لیما جان امیری با خود داریم و سوالی که بر من روان کرده نه کوشش میکنم به بهترین وجه ازشون پرسان کنم و اونام جواب بدن تا که سوال ها از ذهن تمامتان حل شود و غلط فهمی که وجود داره همچنان حل شود. لیما جان عزیز سلام، وقتت بخیر، خوش آمدی به برنامه، افتخار بخشیدی بر من. تشکر مادیا جان قن، ما بسیار زیاد خوشحال هستم که بعد از یک مدت طولانی خودت میبینم از طریق این برنامه و فرصتش برای من پیدا شد که بالاخره بتونم امرای یکی از عزیزترین همکارایم صحبت کنم و بسیار زیاد خوشحال هستم که خودت هستی و همیشه برنامه که میبینم دوستار یک دختر موفق هم ما دوستت داریم، هر جایی که باشی برای آرزوی موفقیت میکنیم نادیا جان قن. و از طریق برنامه خودت من سلام تقدیم میکنم به تمام هموطنان عزیز ما که چی در داخل کشور و چی در خارج کشور بیننده برنامه نادیا جان هستین. دور و صحتمند باشین، خوشی بر لبانتان باشه، دلهایتان دور از غم و اندوه باشه انشالله. بسیار زیاد تشکر لیما جان عزیز، من بسیار زیاد خوش هستم که یکی از دوستای بسیار خوب ما که در تلویزیون طلوع واقعا خاطرات بسیار خوب داشتیم و انشالله با امید ازی هستیم که در آینده هم قسم خاطرات را دوباره تجربه کنیم. اگر در افغانستان باشه چی بهتر، اگر در یک جای دیگه باشه باز هم با یکی دیگه خود روبرو شیم و روزا را تکرار کنیم. بسیار زیاد تشکر میکنم لیما جان عزیز که دعوت مرا پذیرفتی در برنامه مهمان شدی، چرا که علاقمندای خودت نام خدا اینقدر زیاد است، اینقدر زیاد هستن که همیشه چی بر خودت باشه چی بر ما باشه، اگر در صفحه مجازی به وقت لایف میرم در اینستاگرام تیک تاک همیشه از خودت از من سوال میشه که کجا هست چی میکنه و بسیاری از شایعاتی که فعلا وجود داره در بسیاری از یوتیوب ها میخوایم در مورد کلش صحبت داشته باشیم. لیما جان عزیز از اینجا آغاز میکنیم، فعلا کجا هستی، چگونه از افغانستان برآمدی و مصروف چی کارا هستی؟ نایا جان قن، قسمی که خودکت و نازنینای ما در جریان هستند، خب یک مدت بود که هم ما بسیار مشکلات را دیدیم و بسیار روزهای بعد سپری کردیم که ما هنوزم باورم نمیشه که ما دور از وطن هستیم و کوشش میکنیم زندگی خود را دوباره آغاز کنیم و برای زندگی خود دوباره رنگ بتیم. و یک مدت ما خواستم وقفه بگیرم از کارایم چون حالت روحی ما واقعا خوب نبود و ما میخوام مثل هزاران عزیزایی که از وطن دور شدن و می حالت هستن، خودت و زیادتر همکارای دیگه ما،
و بعد از او هم ما همکاری ما دوباره با بوردیک میوزیک آغاز کردم که یک برنامه بسیار خوب برای من پیشنهاد کردن با هنرمندان بسیار خوب که ماهای اولی که من در ازبکستان آمدم ناویه جان این برنامه را ثبت کردم که یعنی هم در کشور ازبکستان زندگی میکنم در شهر تاشکند و یک چند مدت است که کنم برنامه جدید و کنم فعالیت خاص ندارم به خاطر که خب میفهمی ناویه جان دوری از وطن و کمبود بعض از همکارای ما باعث میشه که برنامه ما تال بخوره و آماده ساختن بعض از برنامه های قدر فعلا آسان نیست. دیگه فعلا زیادتر اوقات در خانه می باشم، اوقات خود با اعضای فامیل سفری میکنم و خوشحال هستم که در پالی از این موضوعات یک مصروفیت ما داریم که برنامه های خودتا و از اکثریت همکارا را بتونیم تماشا کنیم و لذت میبریم از این ناویه. بسیار زیاد تشکر لیمی عزیز. لیما جان، من میفهمم مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود داره و زمانی که حکومت تغییر کرد ما همچنان خود ما شاهد بودیم، در افغانستان بودیم، تقریبا چند ماهی را در افغانستان سپری کردیم در پرچم حکومت امارت اسلامی. از خاطرهای او زمان برای ما بگو، از مشکلاتی که در او زمان دیدی، از ای که تصمیم گرفتی تو از افغانستان برای چقدر خودت مشکلات دیدی، مثل اعضای دیگه که از دوستای ما از افغانستان بیرون شدن، یعنی هیچ کدامشان بیرون کدام مشکل نبوده که از افغانستان خارج شده باشه. من میخوام خودم یکی از مو دختر خانم ها و گویندایی هستی که واقعا برای ما بسیار زیاد مشکل بود تا از افغانستان خارج شویم، از مشکلات تمامش قصه کنید. دقیقا نادیه جان، قسمت خودت گفتی بسیار روزا سخت بود، خاطرات تلخ را ما داشتیم، سپری کردیم، چون هیچ کدام ما شما تصور نمی‌کردیم که شاید هم چوغالت باشیم که همه چیز را ترک کرده و مجبور شده به دیگر کشورها مهاجر شدیم و زندگی ما کاملا تغییر کنه. خب ناگه جان همه ما مشکلات بسیار بد را دیدیم، سپری کردیم، روزهای بسیار تاریک را به پیش رو داشتیم. خب تنها منی، هم ما همکارا، هم هموطنان عزیز ما، متاسفانه روزی که کابل سقوط کرد برای ما از طرف دفتر زنگ آمد، ما قرار بود که پشت صحنه برنامه بوکسی را ثبت کنیم و ما از ساحه کارت 4 به طرف دفتر حرکت کردیم. همزمان متوجه شدم ناگه جان که در شهر یک ازدحام بسیار زیاد برپا شده و مردم ترس دارن و همگی فرار میکنن از جاده ها به طرف خانه هاشون. خب این وضعیت بسیار نگران کننده بود، بسیار مایوس میشدی وقتی که میدیدی که هموطنان ما چقدر ناامید هستن، چقدر ترسیدن. خب تا که آستا آستا برای ما اطلاع رسید که متاسفانه طالبا وارد کابل شدن و قرار است که کابل بگیرن و اصلا معلوم نبود که چی خواهد شد و نظر به حوادث ناگوار را که ما از سالهای بسیار ثابت تجربه کرده بودیم در وطن عزیز خود و قصه های بد را که ما همیشه میشنیدیم از فامیلای ما، عزیزای ما، این خودش ناگه جان باعث ترس بود و اینطور یک وضعیت هیچ کدام ما شما ندیده بودیم. بار اول بود برای همه ما و قبول کردنش، تحمل کردنش، امید داشتن در اون زمان بسیار برای ما سخت بود. و بعدش هم ناویه جان، ما وقتی که به دفتر تماس گرفتم گفتم که ما نمیتونیم امروز برای همکارای خود اجازه بدیم که کار کنن در دفتر، بهتر خواهد بود که شما به جای سیف برین، به جای امن‌تر برین و تا که وضعیت معلوم شود که چی خواهد شد. و بعدش هم ناویه جان متاسفانه همه چیز بدتر شد. ما امید داشتیم که حداقل وطن ترک نکنیم، همونجا باشیم، زندگی کنیم، ولی متاسفانه اگر زندگی خود ادامه میدادیم در افغانستان، خودت هم میفهمی، ما هم میفهمیم و عزیزایی که همین اکنون ما رو میبینن هم میدونن که آزادی خود ما هیچ وقت نمیتونستیم داشته باشیم، حق خود هیچ وقت نمیتونستیم داشته باشیم و این خیلی ناامید کننده بود. و خصوص وقتی که من فکر میکردم که بعد از این ما چطور میتونیم کار کنیم، چطور میتونیم که با جرات بگردیم به سرک ها، به جاده ها و به طرف دفتر بریم، چون در پلو این موضوعات هم ناگه جان هم خودت بیشتر در جریان بودی که بر ما شرایط خیلی محدود بود، ما نمیتونستیم که خب بیرون بریم با دوستای خود، با فامیل خود، نظر به بعض از مشکلاتی که بود. خب بعد از آمدن طالبا و بعد از سقوط کابل این وضعیت برای ما دیگر هم دشوارتر شد. خب بالاخره ما
با یک تیم پیوستیم که اکثریت از همکارا و عزیزای ما در تیم بودن و تصمیم گرفتیم تا وارد میدان هوایی کابل شویم. هفته ها طول کشید نادیا جان، ولی متاسفانه ما موفق نشدیم. خاطرات بسیار بد دارم ما از شبهایی که ما در پشت دروازه میدان بودیم و شاید بسیار صحنه های ناخوشایند بودیم. بسیار گریه کردیم وقتی که هموطنان خود رو میدیدیم با فامیلای خود، با عزیزای خود آمدن، با طفلای بسیار خرد و خود ناامید به طرف دروازه میدان سعی میکردن، گریه میکردن که یعنی گناه ما چی است که ما باید شاید اینطور یک زندگی باشیم، باید اینطور یک وضعیت ما تحمل کنیم. و همگی به خاطر آینده اطفال خود بسیار زیاد مادر جان مایوس میشدن. با وجود تمام سختی ها، تمام دشواری ها، ما ناامید شده بودیم و تصمیم گرفتیم که خب در کابل زندگی میکنیم و بعدش هم چانس و قسمت ما را کشان به طرف شهر مزار شریف و یک مدت در اونجا سپری کردیم. بعدش هم وقتی که دیدیم که امکان از این نیست که ما از میدان هوایی مزار هم بتونیم به یک طرف بریم و یک مسیر بریم، با کمک یکی از دوستا و یکی از عزیزا تانستیم که به کشور ازبکستان حداقل برسیم. و همکارای دیگه هم همراه ما بودن که برای همشون بسیار سخت بود و ای که تصمیمی را که ما گرفتیم نادیا جان که بیاییم به کشور ازبکستان همش یک باره شد، همش دفتن شد. یعنی هیچ کدام ما فکر نمیکردیم که وطن را رها کنیم و بیاییم به کشور ازبکستان. بله لیما جان عزیز، یک سوال بسیار که تمام دوستای ما پرسان میکردن که قدر وقت، یک سوال ای است که خودت چند بار در زمان حکومت امارت اسلامی به میدان هوایی کابل رفتی و کوشش از این داشتی که بتانی از افغانستان خارج شوی و همچنان ترس از این نداشتی که از روی مزار اگر رفتین به طرف کشور ازبکستان و یا اگر در میدان هوایی کابل چندین بار کوشش داشتین که یکی از دوالا ما هم بودم، فرجان صدری، همکار سر زیاد دیگه ما همچنان بودن که این تجربه را داشتن، چندین بار به میدان هوایی کابل رفتیم. یعنی چقدر جرات به خود دادی و چقدر بعد از تصمیم زیاد گرفتی تا که بتانی بری؟ چون در وقت آدم بسیار زیاد تصمیم گرفتن مشکل می باشه که اگر بریم کدوم اتفاق نفته، اگر بریم از طرف دولت حکومت امارت اسلامی شناسایی نشیم برای ما کدوم مشکل نباشه، و ای که تنها بودی با فامیل از اون برای ما قصه که تو چقدر تصمیم گرفتی و بعد از اون جرات به خود دادی تا بری؟ نادیا جان برای من مشکل به خاطر از این بود چون ما اکثریت اعضای فامیل ما خارج از کشور زندگی میکردن و من را با مادر جانم در افغانستان تنها زندگی میکردم و این بسیار من ناامید میساخت. بعض اوقات وقتی که فکر میکردم که من باید از متوجه مادر جانم باشم چون تمام مدتش به طرف ما است و در اون شرایط در اون زمان من واقعا پر از دست داده بودم، ولی کوشش میکردم به خاطر مادرم بسیار قوی باشم و روحی ما زنده نگاه کنم. و در پهلوی ازی همکارایی که همراه ما بودن، عزیزایی که همیشه برای ما میگفتن که ما باید قوی باشیم، این یک مبارزه است که ما میتونیم که پیش بریم. ترس خدا در هر حالت ما داشتیم نادیا جان، ولی همیشه دعا میکردیم و همیشه خداوند را یاد میکردیم که خدایا تو خودت ما را کمک کن و هر چی که خیر ما هست همون را در قسمت ما داشته کن. ما اتو وضعیت هم آمده نادیا جان که چون همه ما حجاب پوشیده بودیم، موضوعهای ما خود بود، ولی ما روبرو شدم با یک حالتی که طالبان وارد مطر ما شدن و تلاشی میخواستن بکنن و اولین بار بود که اتو یک صحنه را من میدیدم در زندگی. فقط دست مادر من گرفتم و گفتم خدایا دیگه خودت ما را کمک کن که کدام حادثه بد نشه، کدام اتفاق بد رخ نده و خودت به ما کمک کن که به منزل خود برسیم. و نادیا جان همه چیز سپری شد، اگر ترس بود، اگر تخمیش بود، اگر مشکل بود، سپری شد به کمک الله و دعای عزیزا و همراهی عزیزا که همراه ما بودن. من بسیار زیاد باور که نادیا جان خود خوشبخت احساس میکنم که در زندگی ما دوستای بسیار خوب داشتیم که همیشه در هر حالت ما را همراهی کردن، همکارای بسیار خوب داشتیم که همیشه بر ما امید دادن با گپای بسیار خوب و روحی مثبت دادن بر ما. اما بود که نادیا جان من تانستم که همراه با مادر جانم از افغانستان بیرون شدم، گرچه که هیچ کدام ما رو شما نمیخواستیم ترک کنیم و هنوز هم شاید ما خوش نباشیم نادیا جان،
که بیرون از افغانستان زندگی میکنیم، ولی شرایط زندگی هر کس فرق میکنه، هر کس مجبوریت های خود را داره و هر کس مجبور از زندگی خود را ادامه بده به طریق درستتر و بهترتر. بله، لیما جان از دوستای بسیار خوب یاد کردی، دوستای بسیار خوب را همچنان ما داشتیم، تانستیم با کمک از اونا از افغانستان بیرون شویم. یعنی واقعا من بسیار خوش هستم. ما در پالی از این که علاقه منده و دوستای خوب بسیار زیاده است، بسیاری از کسایی هستن که هنوز هم با مو نوشتن کومنت های بعد، پیام های بعد، خبر رسانی های بعد، شایعاتی که در صفحات مجازی در یوتیوب نشر میشه، واقعا آدم متاثر میشه. و این قدر مشکلاتی که اصلا ما داریم و این وضعیت فعلی که در افغانستان وجود داره هم مشخص هستیم، چقدر با گویندایی که از طبقه اوناس هستن محدودیت ها را ایجاد کرده، چقدر از گویندای ما که در ولایت بودن از بین رفتن، اصلا زنده و مرده ایشان معلوم نیست. اما باز هم کومنت های را دریافت میکنیم، نظریات را از طرف بعضی از مردم به سوال ما دریافت میکنیم که میگن شما چرا از افغانستان بر آمدین، فراری هستین، شما را کسی غرض نمیگیره، مثل بعضی از گوینده های دیگه میتونین در افغانستان باشین، شما کسایی هستین که حق قضیه نداشتین باید از افغانستان برین، یعنی طالبان هم روشم امرو شما چی کار داشت؟ پیامت به قسم اونم چی هست؟ او ده از عزیزهایی که به این فکر هستن که ما به شوق و به یک علاقه بسیار زیاد وطن را ترک کردیم و زندگی بسیار خوب را داریم، این اشتباه است. شاید اونا نمیفهمن از وضعیت ما، شاید ما در جای ما قرار ندارن تا درک کنن و حس داشته باشن که ما چی وضعیت داریم و در ما چقدر سخت میگذره که خاطرات خود ما را، همکارای خود ما را، عشق خود، کار خود، زندگی خود و وطن خود ترک کرده و دیگر خدا مهاجر شده. نه تنها ما، بلکه زیادتر از افغانهایی که نادر جان از کشور، از افغانستان و دیگر کشورها مهاجر میشن، اونا این را درک کرده میکنن که زندگی چقدر تغییر میکنه. خب من پیشترم کوتاه یادآوری کردم که ما دوست نداشتیم که وطن ترک کنیم، بلکه ما در اون وطن کلان شدیم و در پهلوی که کابل سکوت کنه و پیش از اینکه کابل سکوت کنه برای ما شانس ازی بود که ما بتوانیم از افغانستان بیرون بریم، ولی ما در کار خود، در زندگی خود، با دوستهای خود، با فامیل خود خوش بودیم و زندگی میکردیم. حتی ناریا جان، ما یادم است که ما هیچ وقت شاهد از این نبودیم که یکی از همکارای ما برای سفر به کدام کشور رفته باشن، چون هم ما مصروف بودیم، مصروف برنامه ها بودیم، فرصت از این را پیدا نمی کردیم و به مو کار خود، به مو عشق خود که ما داشتیم در رسانه و کار کردن در تلویزیون، اینقدر مصروف بودیم و اینقدر شوق داشتیم که در ذهن ما این موضوع خطور نمیکرد که ما باید افغانستان ترک کنیم، با وجودی که زیادتر همکارای ما تهدید میشدن، میترسیدن و ما زیادتر عزیزای خود از دست دادیم، زیادتر از مامانهای خود از دست دادیم، که از جمله یکی از اونا یما جان سیاوش بود که همه دوستشون داشتن و تا هنوز هم افتخار میکنن به یما جان. ولی با وجود تمام موضوعاتی که ما میفهمیدیم که ما از هیچ نگاه در امن نیستیم، باز هم قبول داشتیم که در وطن خود باشیم، ولی این غلط است که عزیزا بگویند که اینا به خاطر شوق، به خاطر خوشگذرانی و به خاطر اینکه خود قسمی که خودت گفتی که خوش هستن و اونجا زندگی کنن وطن را ترک کردن، یه اشتباه است. اگر ما اینجا آینده بهتر داشته باشیم به خاطر اینکه تحصیلات خود ادامه بدیم و کوشش کنیم از اینجا برای مردم خود خدمت کنیم، این درست است. اگر به این فکر کنن که یعنی اینا کار خود را دوباره ادامه میدن، ولی فرار کردن از وطن مقصد هیچ کدام ما نبود و پلان هیچ کدام ما نبود. ما هنوز هم مردم خود دوست داریم و افغان بودن کار میکنیم و آرزو میکنیم که بتوانیم روز شب دوباره پس در وطن باشیم. ما من حیث یک خانم در جامعه افغانستان زندگی میکردیم که کرده بودیم، تجربهش هم داشتیم، آزادی خود را حقوق خود ما نداشتیم جان و ما باید کار میکردیم و ما باید از حق دیگر خانمان دفاع میکردیم. حال هم ما خود در همین فکر هستیم و کوشش میکنیم بخیر در آینده کار کرده بکنیم که عزیزایی که خانمایی که در افغانستان هنوز هم دادخواهی دارن و هنوز هم منتظر هستن که خب اونا هم پذیرفته شوند، اونا هم حق و حقوقشان برابر باشه، صدا بلند میکنیم و کوشش میکنیم همراهشون در هر حالت باشیم. بله لیما جان عزیز، از خانمایی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن، از خانمایی که فعلا هنوز در رسانه ها هستن با اون محدودیت های بسیاری که برشان وضع شده که با ماسک باید، با حجاب اسلامی باید در برنامه خود ظاهر شوند و
ای که در پشت پرده دیگه چقدر گپ است، هنوز دوست آگاهی ندارن که ما از تمام از همکار ما خبر داریم و ما نمیخواییم زیادتر دامن بزنیم دوستا که شما با خبر شوین، اما بای قدر محدودیت هایی که در افغانستان است بازم خودت خود ادامه میتن و همچنان مثل ما و خودت و بسیاری از دوستای دیگه که گوینده های افغانستان هستن در بیرون از افغانستان که تانستن خوشبخت از افغانستان بکشن، هنوزم دوست دارن فعالیت داشته باشن، فدای مردم باشن، هنوزم میخواین که کار فعالیت خود ادامه بدن. پیام بر از اینا چی اقلی نادیه جان؟ من وقتی که میبینم فعالیت ای عزیزای ما را ای بانوان شجار ما واقعا افتخار میکنم. ما یک بانوی افغان هستم که با وجود تمام مشکلات، تمام سختی را باز هم آرام نمیشینم، باز هم صدا بلند میکنم، باز هم جرأت دارم، حوصله دارم، صبر و تحمل دارم و همکارای عزیز ما که هنوز هم در افغانستان هستند با شرایط بسیار دشوار کوشش میکنن زندگی را ادامه بدن و کار خود را ادامه بدن که یک تن از او همکارای ما یلدالیان علی است و جاهر نازنین های دیگر. من افتخار میکنم به وجودشان نادیه جان و پیام ما برای ای عزیزای مایی است که هیچ وقت ناامید نشن، پیش برن، ما همراهشان هستیم، مردم عزیز ما همراهشان است و ما متوجه شدیم که همه دی بسیار دوستشان دارد، تشویقشان میکنند و یک چیزی را که من خواهش دارم از عزیزای ما کوشش کنیم روحی ای عزیزای ما را شما زنده نگاه کنیم. ما و شما همه ما باید صدای ای عزیزا باشیم چون شاید تحمل کردن بعض از حالات ها بر اونا فعلا بسیار دشوار باشن عزیزان و ما افتخار میکنیم با وجودشان. ما افتخار میکنیم که ما هم چون خانمای شجاع در وطن خود داریم که هنوزم با وجود هزاران مشکلات مبارزه میکنن، از حق خود دفاع میکنن و صدای هزاران دختر خانم افغان هستن و خانم ما را در جامعه افغانستان هنوزم زنده نگاه میکنن با کارهای خود، با فعالیت‌های خود و ما برشان همیشه آرزوی مفکر میکنیم انشالله. بله لیما جان عزیز، یلدا جان علی یکی از گوینده بسیار خوب ما هستن که در افغانستان هستن و با شرایط دشوار هستیم که قد آفرین برش میگیم که کار فعالیت خود هنوز هم انجام میده. اما خانمای دیگه ای که مثلا گوینده افغانستان هستن مثل ما، مثل بعضی از دوستای دیگه که چنین یوتیوبای خود فعلا فعال ساختن و میخواین که برای مدت لبخند بر لب مردمشون بیاره، چرا که در افغانستان گپ از زندگی کردن خوب گذشته. لیما جان عزیز، امی که ما برنامه های را آماده می سازیم، امی که ما زیادترین از برنامه را که همراه بعضی از دوستان می گیریم در باره شرایط فعلی افغانستان بس می کنیم و ای که چی کارا را باید در آینده انجام بدن این گپ ها صحبت می کنیم. این خودش یکی از کارهایی است که صدای خود مردم افغان بوده می تانیم، یعنی هنوز ما فراموش نکردیم. اگر ما در خارج افغانستان زندگی می کنیم، فامیلای ما هستن که در افغانستان است، ما شدیدا نگران از اونا هستیم، همکارای ما، دوستای ما، اقارب ما، خیش قم همگی هستن. و ای که دختر خانمایی که پیدن در بیرون از افغانستان زندگی میکنن که چینل یوتیوب ساختن، حتما دوستا سپورتش کنین، حمایتشون کنین که پیامای مثبت برشون روان کنین تا کنو روی مثبت بگیرن، بتونن برنامه مختلف را بر شما تهیه بسازن، به خاطر از اینکه در افغانستان کار وجود نداره، خوشی اصلا نیست، هر روز قوانین جدید وضع میشه، او فقط در برابر خانمای اینا میخواین با اون برنامه ای که دارن سرگرمی یا حداقل برای خانم‌ها باشن، تا اونا اجازه کار فعالیت ندارن، اجازه مکتب رفتن ندارن، حداقل بتونن از اینا یک چیز بیان بزن و یک چیز براشون شوه. و لیما جان عزیز، میشه در مورد عزیز بومی از وقتی که وارد رسانه شدی چقدر پیامای مثبت دریافت کردی و چقدر پیامای منفی؟ و پیام مثبتی که دریافت کردی و همیشه بر خودت انرژی و قوت میده که تو پیش بری و موفقیت‌های زیاد را دریافت کنی چی بوده؟ تشکر نادیه جوان. خب طبعا وقتی که انسان تصمیم میگیره که وارد دنیای رسانه شد و خب به شرط و ترقی انجام بده در زندگی، سختی های هم هست که باید در کنارش قبول کنه و بپذیره. پیام های مثبت من خیلی زیاد دریافت کردم نادیه جان، از طرف همکاران عزیزم، از طرف عزیزایی که همیشه مرا حمایت میکنن، همیشه با صحبت های شیرینشان کوشش میکنن روحی مرا تازه نگه دارن، خیلی زیاد است. ولی کوتاه میخوام یادآورشم نادیه جان که من یک مدتی که با وجود فعالیت هم نمیکردم، عزیزا پیج مرا فالو میکردن، صفحه اینستاگرام ما و برای من مسیج میکردن که لیما جان ما منتظر فعالیت های خودت هستیم و ما لطفا احوال بده که خودت دوباره چی وقت کارهایت آغاز میکنی. و ما وقتی که این مسیج ها را این کمنت ها را میخوندم نادیه جان،
باور بکن که ما دیگون علاقه من میشدیم که کار خود ادامه بکنم و کار خود آغاز کنم. و زمان هم که من کار ما شروع کردم دوباره با تلویزیون طلوع از برنامه بام بود خوش در اوائل یک تعداد از عزیزا بود که از کار ما رضایت نداشتن چون ما یک مدت بسیار طولانی از مدیا دور بودم، از رسانه دور بودم، ولی بعدش همگی بسیار تشویق میکردن، بسیار پیامهای خوب برای ما ارسال میکردن و اون یک تعداد از عزیزای هم که بعض اوقات بسیار پیامهای منفی ارسال میکنن و خودفکرهای منفی دارن و در کومنت یا در مسیج خب یک پیام میتن که کوشش میکنن مانعشان از کار کردن، از پیشرفت کردن و یا هم نمیخوام در ذهنشان چی خطور میکنن و دیتوان که ما همیشه لبخند میزنیم، همیشه خوش هستیم یا مخصوص دیگر کارا هستیم و از ما رضایت ندارن. یعنی در هر حالت اگر ما فالکلادن باشیم، اگر ما کار هم کنیم، ما با او عزیزا گفتنی میست که اگر شما همیشه مثبت بین باشین، هر چیز دوست نداشته باشین. نادیه جان، به نظر ما اگر ما از ظاهر انسان‌ها بیشتر قضاوت نکنیم خوبتر خواهد بود، چون باطنشان هم باید فکر کنیم که اینا چقدر مهربان هستن، چقدر مردم خود دوست دارن، چقدر در شرایط سخت و دشوار و فکر عزیزای خود هستن و فکر علاقه‌مندای خود هستن که بتونن اینا را سرگرم نگاه کنن، برنامه تولید کنن. چون خودت شاید بیشتر در جریان باشی نادیه جان، در پهلویی که خودت در شرایط هستی که شاید ساختن برنامه برات بسیار زیاد مشکل باشه، در پهلوی از اون متوجه فامیلت هستی، یک مادر مهربان هستی، یک دختر موفق هستی، ولی باز هم کوشش میکنی که برنامه بسیار خوب رو برای عزیزای تقدیم کنی و بتونی که برای اونا از طریق برنامه های خب پیام های مثبت، موضوعات مثبت رو اشاره کنی و برشان یادآور شوی از اینکه هنوز هم میخوایی که برشان کار کنی، هنوز هم متوجه نظریاتشان هستی و عزیزای هم هستن که خودت را تشویق میکنن، ولی عزیزای هم هستن که به این فکر نمیکنن که خودت چقدر زحمت کشیدی و بعض موارد دیگر فکر میکنن که خودت اصلا ارزش هم نداشته باشه. پس بتونیم همیشه مثبت بین باشیم، یکی دیگر را بپذیریم و دوست داشته باشیم. امی گپ مسئله مجال که ما بسیاری از کسایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اگر زیادترشون اگر طبقه اوناس باشه و چقدر مردم اونا رو حمایت میکنن، چقدر تشویق میکنن با یک کار که هیچ اصلا مثلا ارزش نداره، که مثلا در کشور ما البته ارزش نداره، که زیادتر تشویق چه مردم خارج که ببینیم، حتی زیادتر دور می مردم هندوستان اگر ببینیم، چقدر یک کسی که کمی هم اگر استعداد داشته باشه رو چقدر تشویق میکنه. اما به خاطر امی بدبینی های ما بود، به خاطر امی بخیلی ها و حسودی های ما بود که وطن ما در ایالت رسید، حداقل به پیشرفت یک افغان تان خوش شدیم. من نمیگم چی اگر از سبقی اتناس باشه، چیز بکر باشه، واقعا اگر من ببینم که یک نفر از مکه در زیادتر برنامه خوب داره، مثلا حفیظ جان محمدی بسیار همکار بسیار خوب ما هست، این ایمل جان آسفیف قرار است برنامه بسیار خوب را آغاز کنه، من پیشرفت از اونا واقعا خوش میشه. من نمیخوایم اونا رو تخریب کنم، من نمیخوایم با پیامای منفی خود اونا رو از دلشون سیاه کنم، از رسانه، از یوتیوب و دیگه ها. اما شما با این وضعیتی که در افغانستان وجود داره، تنها کاری که میتونین بکنین، اگر با یک پیام مثبت تان دنیا رو برای یک نفر میبخشین، این که حمایتش میتونین، تشویق میکنین، امی خود چند دست بودن با یک خانم افغان است که شما مثلا میتونین امی رو داشته باشین. لیما جان از گلهات مادر جان بخشید که سوال کنی و در این شرایط که فعلا همه ما شما قرار دادیم، بیگانه چیزی که ضرورت داریم حمایت همدان ما است تا ما بتونیم بیشتر و راحت‌تر برنامه های خوبتر تولید کنیم، فعالیت های خوبتر داشته باشیم و برای عزیزای ما فکر کنیم. دقیقا. لیما جان عزیز، از وقتی که وارد رسانه شدی و برنامه مختلف که تقدیم دوستان میکنی، تا به حال از گله بگو که از مردم ما چی گله داری؟ که تا به حال در هیچ رسانه، در هیچ یک از برنامه های نگفتی چقدر گله داری از دوستای دفعه ازی که خوش آمستیم از دوست، از هموطنهای ما زلا قمنده که پیام های مثبت جوان میکنن، حمایت تشویق میکنن، اما در پالیش بعضی از گله های انسان همچنان میداشته باشن، از خودت گله؟ گله ها خب بسیار زیاد است، بعض اوقات نمیفهم از کجا شروع کنم، ولی بازم
محبت همتنهای عزیز ما هست، تشویقشان است که ما تا هنوز هم کوشش کردیم یا کوشش میکنیم در آینده کار خود را ادامه بدیم، ولی در پهلوی از او ناریه جان در گذشته ها هم ما یادآور میشدیم که بعض از دوست ها هستن که به نام ما فعالیت میکنن، یعنی صفحات جعلی خیلی زیاد است که بعض اوقات هموطنان عزیز ما فکر میکنن که موضوعی که اونا در پیج خود پست میکنن یا در رابطه با موضوعی که صحبت میکنن اونا فکر میکنن که شاید امی از طرف ما باشن. ما از این عزیزان ما خواهش میکنم که از اینکه به نام یک نفر دیگر پیش ببرن زندگی خود از خود یک چیزی دور کنن، به خود فکر کنن، بایده خود فکر کنن. خب هر کسی که در زندگی نوری جان همیشه بزرگ بین باشه، همیشه با آرزوهای خود فکر کنه، همیشه تلاش کنه، ما ایده برشان از تجربه زندگی خود سرکسک میگون که برای آرزوی خود، برای عدف خود میرسن. دوم دیگه نوری جان یک مدت بود که عزیزای ما در همه جا میگفتن که لیمازان بسیار وزن گرفته، بسیار چاق شده. من فکر نمیکنم چاقی یا لاغر. آره مرا میگن نادیه بسیار لاغر شده. لاغر شده که چاق بودن یا لاغر بودن من فکر نکنم کدام جرم باشد، کدام گناه باشد. خب شرایط زندگی هر انسان فرق میکنه، هر انسان در حالت تغییر است روز به روز. بعضی کسا خوش هستن، آرام هستن و گپ از خوشی و آرامش یاد شد. ماریا جان اکثریت عزیزای ما میگفت که لیما جان به کشورهای خارج از زمانی که رفته، به زمانی که ازبکستان رفته، خب خوش است، آرام است، با اون خاطر وزن گرفته. من تقریبا ماهای اولی که آمده بودم ماریا جان به ازبکستان، چون کدام فعالیت نداشتم، همه روز در خانه بودم و در پهلوی از او نگرانی های هم بود، بعض تشویش ها هم بود که من را ناراحت می ساخت و ای که باعث شده بود من کم وزن بگیرم و بعدش هم من کاریه ما آغاز کردم با بابت موزیک و برنامه من نشو شدم و عزیزا نگران شده بودن و قسم در همه جا پوست می گذاشتن که چرا لیما تغییر کرده یا چرا وزن گرفته. این چیزا من را ناراحت نمی کنم آده جان، ولی بعض اوقات ما به این فکر می کنم که ما بسیار موضوعات خوبتر و بهترتر دیگر هم بحث کنیم. چاپی یا هم لاغری یک فرد نباید قدر یک موضوع مهم در زندگی ما باشه که ما او را دامن بزنیم و با او بپردازیم و یعنی قسم نمایان کنیم که نفر مقابل پیش خود فکر کنه که خودی خود کدام گناه نیست، کدام شما نیست، کدام موضوع بسیار کلان نیست. من ناراحت نشدم، ولی واقعا میخواستم صحبت کنم در رابطه به این موضوع که ما فعلا در شرایط هستیم که روحی خوب نداریم. ماریا جان مشکلات زیاد داریم، کار خود زمانی که ما ترک کردیم خاطرات بسیار خوش را داشتیم در وطن خود، ولی فعلا اینجا شرایط زندگی فرق میکنه و ما باید از صفر دوباره آغاز کنیم و ترقی کنیم، زحمت بکشیم که طبعا تایی که ما پیشرفت میکنیم مشکلات خیلی زیاده پیش روی ما میایه که این ما را ناراحت میکنه، اذیت میکنه یا باعث میشه که ما بعض اوقات بسیار خوش باشیم، بعض اوقات بسیار زیاد جیغ‌خون باشیم. شرایط زندگی هر کس فرق میکنه ماریا جان، ولی باز هم امی که عزیزایی هستم که به این فکر نمیکنن که خب ظاهر یک انسان چه قسمه است، همیشه قضاوت میکنن و یعنی چیزهای خوب رو میپردازن، به چیزهای خوب قضاوت میکنن. من از اونا تشکری میکنم و همیشه بر من امی انسان ها هست که ناریه جان مسیج میکنن و میگن ایما جان پشتی موضوعات نگرد، خودت بر ما معلوم هستی، بشرف ترقی خودت بر ما مهم است، بشتر از این موضوعات دیگر. بله لیما جان، این بر میگرده به موقع پا پیشتر خودت که انسان نباید ظاهر بین باشه، انسان باید بعض اوقات بازم ببینه. چرا که اگر ما بازم سرگپ خود میگیم که اگر چند قدم بیتر از کشورهای دیگر مقایسه کنیم، مردم استعداد یکی میگه نه چیره نه دیگه نه دیگه. همین انسان که اصلا چیره نداره اما بازم استعدادش قدر تشویق میشه که قابل قدر است که نگوین. انسان باید فقط از برنامه هایی که در گذشته تقدیمتان کرده است، خدمت هایی که در گذشته تقدیمتان کرده باید یک کم آدم به نظر بگیره، یک کم آدم باید در فکر از این باشه که گذشته یک نفر چه قسم بود، در افغانستان که قسم نبود. مشکل های زندگی لیما جان از سر هر انسان به یک شکل متنوع ظاهر میشه در وجودش. مثلا بعض دوستای ما هستن که باز من خود دوستان پیش فکر کنن میفهمن کسی مثلا جگرخون باشه، از جگرخونی زیاد میخواد، زیاد
خوراک داشته باشن، نوشجان کنن، غذا میخورن، غذا میخورن، از اینکه تشویش میکنن جگر خونی هستن. بعضی کسایی هستن که چنین یک مشکل جگر خونی میه از نان، از خوردن، غذا خوردن میمونن، که تمام از این برمیگرده. شما دوستا باید بفهمین اگر لیمه جان چاق شده، تمامش تشویش از این استرس است، از این که از افغانستان دور است، که آیندهش چی میشه، که فعالیتش در آینده است چی خواهد شد، ای که افغانستان به چی حالت هستی، که خیش قومش در افغانستان مانده، ای به چی قسم هست، ای چای تاثیرات از او باشه که انسان نجی باید یادوار شون. چون زمانه که آدم از یک جا به جای دیگه میره، خب شرایط زندگی تغییر میکنه، همه چیز در زندگی انسان از صفر آغاز میشه. و ما روزهای اول وقتی که اینجا آمده بودم، ما پیشترم یادوار شدم که من خودم فعالیت نداشتم، همه روز در خانه سپری میشد تا که کارم آغاز کردم و حالا هم مصروف خیلی پلانهای دیگه هستم و فعالیت های مشروع شده. و در پالوی ازو که عزیزهای بر ما میگفتن که اینا متوجه صحت خود نیستن و جشن نمیکنن، متوجه صحت خودم هستیم. و دقیقا لیمه جان راست میگی، مشکلات زندگی سرادم گفته خود تاثیرات مثبت منفی داره، که یکی چاق میزد یکی لاغر اینه مثل من خود تو. دوستا باید بفهمن که ما چقدر نفکر هستیم، چقدر ما خوش نیستیم در اینجا. دوستا قدر که ما در افغانستان پیش عزیزای ما بودیم و قدر قدر عزتی که داشتیم، مثلا یک دوست ما یک علاقه من میدید یک سلام علیک، یکی یک عکس گرفتن، یک گپا دی طرف و گپا نیست. ما زندگی بسیار خوب را در افغانستان تجربه کردیم و میخواییم در اندام تجربه. لیمه جان عزیز، بر ما عزیز بگو که در صفحه اجتماعی زیادتر در یوتیوبا بعضی از خبرهای و شاید نشون میشه، میگه لیمه جان امرای پامی جان و کاکر ازدواج کرد، لیمه جان اسم جان فرزان ازدواج کرد و بسیاری از آدم های دیگر همچنان اونا در نظر دارن که خود خبر نداری، من خبر ندارم، اونا خبر دارن. اینا رو بر ما بگو، مجرم هستی یا متعل؟ خودت چی فکر میکنی؟ من دوستایی که خورخونده هستی و میفهمم که بدون مشوره ما یا بدون همه که یک خبر کنی یا کار انجام نمیتونی، میفهم مجرم هستی. بخطر به نامزدی که اتمن ما شاید خبر شد. دقیقا تمام خودت نیم آدیوان عزیز، بلکه تمام عزیزای ما اطلاع حاصل خواهد کردن روزی که ما تصمیمی رو بگیرم که بخیر عروسی کنم و نمزاد شم. ما زیادتر عزیزا بر ما مسیج میکنن که لیمه جان خودت میگن که طفلم داری، عروسی هم کردی، شوهر خودت کی از غیر؟ نادیه جان قن، زمانی که ما در افغانستانم بودم، اصابیت عزیزا بر ما پیام میگذاشتن که آیا خودت عروسی کردی؟ ما شنیدیم که خودت صاحب طفلم هستی، پس شوهر خودت کی هست؟ چون بعض اوقات امرا با پامی جان، امرا با قسیم جان یا حال امرا با اسام جان روابط دوستی ما را اعضا یک پیوند دیگه برش میموندن، میکنن میره تبدیل به یک چیز دیگه کنن. ولی ما باز هم میخواییم یادآور شم برای عزیزای که همیشه پرسان میکردن، ما تا هنوز ازدواج نکردیم نادیه جان و تصمیم هم ندارم به این زودیا، چون در زندگی ما بسیار پلان های بزرگتر دارم که میخواییم اول با اونا فکر کنم و اول خود را به جای درستتر و بهترتر برسانم و بتونم برای عزیزای ما خدمت کنم. بعدش هم اگر فور و بعدش هم اگر فرد مورد علاقه این پیدا شد، خب هر کس هر دختر آمیزو داره با یک شخص ازدواج کنه که از هر دیگاه فوق‌العاده باشه و اما خصوصیات را که فرد مقابل دوست داره از اون نگاه تکمیل باشه. انشالله باز عزیزا خودت همگی در جریان خواهد بوده. انشاءالله. خب لیمه جان عزیز، از یان بر ما کم زیادتر کنک و خود تجربه عزیز داشتی، همچنان که در افغانستان برنامه مختلف ها پیش بردی، دوستام شایدش هستند و فعلا در ازبکستان هم امروی خود تلویزیون طلوع بادر میوزیک یک بخشش که خود همکاری هایی داری برنامه مختلف ها پیش میبری، از تفاوتاش بر ما بگو، از این که چقدر برنامه بر خودت در افغانستان خوشایند بود یا از ازبکستان، تمامش بر ما قصه تغییرات احساس میکنی. نادیه جان قسمی که ما خودت بیشتر هم یادآوری کردیم که اگر ما از وطن عزیز خود دور هستیم و قلب ما هنوز هم در افغانستان است و میتفا بر عزیزای ما، بر کار ما و بر روزهایی که ما اموجا بودیم و بر عزیزای ما خدمت میکردیم از طریق برنامه ها، هنوز هم امید راست نادیه جان، چون در ازبکستان از همکارای که اینجا همراه ما هستن، مصطفی جان است، حسام جان است و یکی دو از همکارایی که در پشت صحنه همراه ما همکاری میکنن و بعضی از برنامه را تولید میکنیم، ولی خوشایند به خاطر فعلا بر ما نیست ما دیگه جان، چون دور هستیم.
از که ما در کابل همراهشان بودیم، همکارای بسیار خوب ما، خاطرات خیلی خوب و شیرین داشتیم در اون روزها. فعلا چون تعداد ما هم کم است و قلبا بعض اوقات ما دیگران خوشم نمی باشیم، دور استیم وطن و امو لذت و مزید برنامه ثبت کردن که ما در افغانستان تجربه میکردیم فعلا متاسفانه نمیتونیم تجربه کرده، ولی باز هم من خوشحال هستم که مصطفی جان، حسام جان، علیزای دیگه در کنار ما هستن. تنها نیستیم از هیچ کدر، باز هم در میالت خوب است. دقیقا انشالله که پس دوباره او روز بر بگرده که بریم دوباره افغانستان و دوباره او جای شاییم، دوباره مون لذت سابقه پس تجربه شده داشته باشیم. لیما جان، با این معنی پرسش اخیر میشه به مورد کارهایی که تصمیم داری انشالله در آینده داشته باشی، ای که برای میشه ازبکستان میباشی یا بعضی کشورهای دیگر همچنان پلان داری، از برنامه هایی که در آینده میخوایی که بر دوستای داشته باشی که بر ما معلومات بده. نادیجان عزیز، من تقریبا 6 ماه میشه که در کشور ازبکستان زندگی کردم و بخیر مسیر ما به طرف دیگه جای است، انشاءالله به خواست خداوند باشم و خب گام های بسیار بزرگی در زندگی به پیش دارم و میخوایم که همیشه موفق باشم. پلان های خیلی خوبی دارم. ما در بعض از برنامه های یادآوری کرده بودم که ما میخوایم کار کنم که برای هموطنان عزیز ما که ضرورت دارن به کمک با اون بکنم، خدمت کنم، دستشان رو بگیرم، همگرشان کمک کنم و فیلن به این جایگاهی که قرار دارم مدیه جان میخواییم از این قدر هم پیشرفت کنم و بلندتر برم و کوشش میکنم برنامه خیلی خوب رو تولید کنم. انشالله زمان رو شدیخته نمیتونم مدیه جان به خاطر از این که نمیتونم چقدر وقت در بر میگیرم من از ازبکستان بیرون شوم و یکی از کشورهای دیگر سفر کنم. بخیر بعد از او هم انشالله برنامه های خیلی بزرگ در نظر دارم برای عزیزای ما، فقط همیشه همراهیشان رو میکنم و تشکر میکنم از خودت که خواستی که من رو در برنامه دعوت کنی. صحبت های بسیار شیرین داشتیم و من افتخار میکنم برای خودت مدیه جان، چون خودت و هزاران عزیزایی که فعلا در افغانستان با شرایط سخت مبارزه میکنن و دوست دارن که هیچ وقت تسلیم نشن، خودت یک الگو هستی برای عزیزایی که هیچ وقت تسلیم نشن و در هر حالت و در هر شرایط کار خدای دامن بکنن. بسیار زیاد تشکر میکنم لیمی نازنین از گپای مثبتت، از سخنان بسیار خوبت که انشالله یک بتانه برای بعضی از دوستای ما مفید واقع شوه و بعضی از دوستای ما یک توجه شوند انشالله، و پرسشایی که دوستا داشتن در همچنان خود جواب دادی. یک دنیا ممنون از اینکه افتخار بخشیدی در برنامه خودت داشته باشم. بسیار زیاد تشکر که دعوت مرا پذیرفتی. اگر کدام حرفی از در آخر فقط نادیه جان، همونقدر برای هموطنان عزیز ما که روزای سخت سپری میکنن در افغانستان، ما صبر میخوایم و همیشه آرزو میکنم که خوش باشن، لبخند بر لبایشان باشه و آرزو میکنم که ما هم روی دعای خود بتانیم آینده اونا را، سرنوشت اونا را تغییر بکنیم و همچنان کار کرده بتانیم که زندگیشان تغییر کنه. و نخواد بتانیم نادیه جان، ولی حداقل بتانیم سبا باشیم به خاطر آزادیشان، به خاطر حقشان و کمک کنیم. همشان دوست دارم، تشکر میکنم از همتون نادیه جان و در خودتان وقت و اوقات خوش میخواییم. وقت بخیر لیمی نازنین، از طرف ما فامیل همه گیره سلام برسن. حتما عزیز. خدا نگه دارد بیمتون. خب دوستای عزیز، لیما جان امیری یکی از همکارای بسیار خوب ما، یکی از همکارای بسیار قند ما، هم دختر مقبول، هم دختر پر استعداد و پر تلاش که در هر جایم که است اون دوستا خدمتای خود همچنان از همین جام داره. اگر دور است برنامه های مختلف خدمتان تقدیم میکنه. خدا کنه شما هم دوستا از برنامه لذت برده باشین و یا کسایی که میخواست که از لیما جان امیری بسیار پرسشای رو بپرسه تقدیمشان شد، و اگر میخواییم که کسی دیگر شخصیت هایی را که دوست داریم در برنامه مهمان کنن حتما برما در کومنت نوشته کنین. امسال برنامه بعدی را کوشش میکنیم بهترتر و بهترتر بسازیم و اما را همچنان از تشویقتان، از دعایتان، از فراموش نکنین. ما هم ضرورت داریم به دعایتان، اما قسمی که تمام دوستای دیگه ما ضرورت دارن. انشالله که بتونیم دوباره زندگی خوب را تجربه کنیم در افغانستان. یک دنیا ممنون تک تک شما نازنین، از کسایی که صفحه ما لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، لایک میکنین و شیر میکنین و کومنت های مثبت جوان میکنین. یک دنیا ممنونتون، از کسایی که تشویق میکنین، حمایت میکنین، قربان سرتون، خدا سلامت باشین. انشالله تا برنامه های بعدی که بازم در خدمت شما دوستان قرار میگیرم، شما رو به خدا میسپارم و خوشی شما آرزوی ما است. دعا میکنیم که دوباره افغانستان آباد شود، خوب شود، ما هم بتونیم دوباره بر بگردیم به افغانستان.
و تشکر میکنم بازم انشاءالله تا برنامه بعدی که با یک مهمان بعدی یا یک بلاگ دیگر یا همچنان یک برنامه کاملا جدید دیگه در خدمت شما دوستان قرار میگیرم. شما رو به خدا بیاد تا مسپارم. وقت تمامتون بخیر، بقیه اوقاتتان خوش.